هارمن اورا استودیو S یا اکستریم S JBL کدوم اسپیکر رو بخریم؟ سلام هیلاتلیه عزیز، امیدوارم امروز حالتون عالی باشه. دو تا اسپیکر اینجاست که به خاطر اینکه هر دو برندهای خیلی محبوبین و الان قیمتاشون هم نزدیک به همه، اگه قصد خرید داشته باشید جفتش آپشن خرید شما هست، ولی شاید شک کنید که کدوم گزینه مناسب تریه براتون. JBL Xtreme S و هارمن کاردن اورا S هر دو حدود 11 میلیون تومانن. یه اختلاف کوچیک شاید 700 تومانی یا 1 تومانی البته وجود داره، ولی اگه بخواید تو این بازه قیمتی اسپیکر بخرید این دوتا آپشن رو دارید و شاید ندونید کدوم بهتره. با ما تا آخر این ویدیو همراه باشید، یکی از این دوتا گزینه رو بهتون معرفی میکنیم به عنوان آپشنی که برای شما مناسب تره. منتها همین الان استاپ کنید، برید کانال هیلاتو رو سابسکرایب بکنید و اونجا کلی ویدیو بررسی و مقایسه هست که میتونید ببینید، هم در رابطه با اسپیکر هم در رابطه با کلی گجت و هدفون دیگه. همه حواشی رو بذاریم کنار، یه راست بریم سراغ اصل مطلب و ببینیم کیفیت صدای کدوم یکی بهتره. هارمن اورا استودیو S صدای با کیفیت تر و جذاب تری داره. حالا بخش کلی کیفیت صدا رو بیایم جزئی تر بکنیم. تو بخش ولوم یا قدرت صدا یا همون حجم صدا کدوم قوی تره؟ حتما اورا استودیو S. البته به عدد هم مشخصه، این قدرتش 130 واته اما این قدرتش 100 واته. پس تو بخش کیفیت صدا کفه ترازو به سمت اورا استودیو S. البته اینم بگم هیچ از ارزش‌ها اکستریم کم نمیشه، این توی مقایسه بود و اکستریم به تنهایی صدای خیلی خوبی داره، بیس خوبی داره، ولوم بالایی داره و حتی تفکیک مناسبی هم داره. بریم سراغ طراحی و ببینیم که از نظر طراحی کدوم نمره بیشتر میگیره. اما طراحی رو باید دو تا بخش مجزا از هم بکنیم. یکی سلیقه است که به نظر من هارمن اورا استودیو S اسپیکر خوشگل‌تر و جذاب‌تریه، با کلاس‌تر هم هست. ترکیب پارچه و این شیشه دودی که روشه و این شکل عجیب غریبی که داره، رقص نور خیلی ملوی که وسطش هست، همه اینا یه ترکیب خیلی جذاب ایجاد کرده. اما بخش دوم مربوط به کاربری طراحیه و نوع کارکردی که اون طراحی داره. JBL Xtreme S طراحی بطری مانندش برای همین این اسپیکر رو مناسب کرده. چرا؟ چون شما هم توی دست میتونید راحت بگیرید، هم میتونید توی کیف، کوله پشتی یا ماشین خیلی راحت ازش استفاده بکنید، هم خلاصه قابل هم تر. دومی مسئله اینه که چون قسمت شیشه‌ای نداره، نگران ضربه خوردن یا آسیب دیدنش هم نیستید، پس سخت جون تره. سومی مسئله اینه که اینجا شما میتونید دو تا بند بهش وصل کنید که بنده داخل جعبش هست و به واسطه اونا روی دوشتون بذارید که کمک میکنه موقع راه رفتن، کمپینگ رفتن یا مثلا از کوه بالا رفتن و تو جنگل رفتن این اسپیکر بازم کارایی بهتری داشته باشه. مسئله بعدی اینه که ضد آب و ضد گرد و غباره و میتونه خیال شما رو راحت بکنه، ولی هارمن رو اصلا نمیتونید روی این چیزاش حساب بکنید و اصلا برای بیرون بردن از خونه طراحی نشده و فقط باید بذاریدش تو خونه. پس تو قسمت کاربری حتما اکستریم S خیلی جلوتره و نمره بالاتری میگیره. میتونی بزنی رو دوشت، هر جا دلت خواست ببریش. اما اورا استودیو S حتما باید کنج خونت باشه، دست بهش نخوره و فقط خوشگله. مورد بعدی برتریه که اکستریم S نسبت به اورا استودیو S داره و اونم اینه که این قابلیت اینو داره که از شارژ خودش استفاده کنید، یعنی باتری داره، ولی اورا استودیو فقط باید تو برق باشه. این علاوه بر اینکه باتری داره و میتونید که بدون برق چند ساعت ازش استفاده بکنید، قابلیت اینو داره که گوشی شما رو حتی شارژ کنه. یعنی شما گوشیتون هم شارژ نداشته باشه میتونید از این به عنوان پاور بانک استفاده کنید، ولی برای این نیاز دارید که یه دونه پاور هاوس یا چیز خیلی بزرگ داشته باشید که برق شهری تولید بکنه تا اینو بتونید یه جایی که برق نیست ازش استفاده کنید. یه مزیت دیگه اکستریم S اینه که به یه مدل مثل خودش وصل میشه. نه تنها مثل خودش، بلکه به همه سری اسپیکرهای JBL که هم نسل خودش هم هست وصل میشه، یعنی سری فیلیپ و سری شارژ و حتی پالس. اینطوری شما اگه دوستاتون هم از اسپیکرهای JBL دارن میتونید چند تایی با هم دیگه پلی کنید، دو تا، سه تا، چهار تا یا حتی پنج تا یا 100 تا بدون اتصال سیمی و این خیلی باحال و جذابه. اما هارمن رو حتی به یه اسپیکر دیگه مثل خودش هم نمیتونید وصل بکنید و فقط مجبورید تنها ازش استفاده کنید. بازم یه مزیت دیگه و بازم برای اکستریم S، قابلیت وصل شدن به اپلیکیشن که تو اپلیکیشن هم میتونید آپدیتش بکنید، هم میتونید که اتصال دو تا اسپیکر یا چند تا اسپیکر به هم دیگر رو روشن و خاموش بکنید، هم میتونید که اکولایزرش رو تغییر بدید. اما هارمن اورا اپلیکیشنی نداره و به تبع اون این قابلیت هم نداره. اما بذارید تجربه خرابی هایی که از این دوتا سری اسپیکر دیدم هم باهاتون به اشتراک بذارم، شاید تو خریدتون این گزینه هم کمکتون بکنه. بیشترین خرابی که توی سری اکستریم من دیدم مربوط به باتری
مصرفیه که طبیعیه، یه چیزیه که مصرفیه و بعد 3-4 سال یا 2-3 سال بسته به استفاده ممکنه باتری آسیب ببینه و نیاز به تعویض داشته باشه. اما تو سری آرو استودیو بیشتر خرابی که من دیدم مربوط به خراب شدن درایورها و تولید صدای بی‌کیفیته، یعنی صدا خشدار و خراب میشه، صدا دیگه جذابیت خودشو نداره. معمولا علتش اینه که توی طولانی مدت با ماکسیمم ولوم اومدید از این اسپیکر استفاده کردید و اون درایور خلاصه یا پاره شده یا یه عیب و ایرادی پیدا کرده. پس برای اینکه این اتفاق نیفته توصیه میکنم روی ماکسیمم ولوم نذارید. البته این توصیه که توی همه اسپیکرها اگر انجام بدید میتونه که عمر اسپیکرتون رو بیشتر کنه. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی آخر ویدیو. الان آخرای مرداد 1402 و تقریبا این 11 خورده ایه، اینم نزدیک 11 میلیون تومان و خیلی نزدیک هم دیگه. ما تمام تفاوتاشونو بهتون گفتیم، ولی به نظر خودم اگه دقت کرده باشید بیشترین چیزی که تحت تاثیر قرار میده که شما کدومو بخرید اینه که کاربری شما کدومه. اگه برای خونه میخواید به نظرم انتخاب بهتر آور استودیو 3، و اگه میخواید با خودتون اینور اونور ببرید از باتری استفاده کنید، با دوستاتون با هم دیگه برید یه جایی و چند تا اسپیکر رو متصل بکنید و چند تا ویژگی دیگه، حتما گزینه مناسبتر ایک سیری مثل. اما اگه هیچ کدوم اینا واسهتون مهم نیست و این سوال که بهترین صدا صدای کدومه همیشه تو ذهنتون بود، فکر کنم اول ویدیو جواب دادم که بازم آور استودیو 3 رو انتخاب بکنید و از شنیدن صدا توش لذت ببرید. اینجور مقایسه ها شاید یه راهنمای مناسب باشه اونجایی که گیر کردید تو خرید، یهو کمکتون کنه و در نهایت انتخاب بهتری بتونید بکنید. امیدوارم به دردتون بخوره و حمایت شما کلی به ما انرژی و انگیزه میده که از این راهنمایی یا مقایسه های دوتایی بیشتر براتون بسازیم. حتما برام کامنت بذارید که محصول های بعدی که میخواید با هم مقایسه بشن چی باشن.